چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپریه این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و من است <متحب> کلامت خداوند ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه تمام کتاب مقدس رو مطالعه و بررسی می کنیم در حال مطالعه کتاب پیدایش هستیم و به فصل 22 رسیدیم به امید خدا امروز از آیه 9 تا پایان این فصل رو مطالعه خواهیم کرد پس لطفاً کتاب مقدستون رو بردارین و با ما همراه باشین و اگر هر گونه پرسشی داشتید با ما در میون بذارید و به فیض خدا در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد. در ابتدا اجازه بدین به مهمان برنامه خادم خداوند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم. درود بر شما برادر سلام یوسف. سلام عرض کردم. خوش اومدید. ممنون از شما. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما مهمانان گرامی. برادر یوسف در قسمت گذشته مطالعه فصل 22 را آغاز کردیم و تا آیه 8 را بررسی کردیم. بله. و فهمیدیم که گفتگوی این فصل در مورد آزمایش و محبت در زندگی بله. ابراهیمه ما در این فصل درباره بره میخونیم که به وضوح به شخص مسیح اشاره داره یاد گرفتیم که واژه محبت برای اولین بار در اینجا اومده نکات زیادی در این فصل وجود داره ولی به تدریج که جلوتر میریم به داستان قربانی میرسیم که جایگزینی برای اسحاق پیدا شد و ما رو به درس مهمی راهنمایی میکنه ترسته. برادر یوسف پیش از اینکه خوندن آیات نه به بعد رو شروع کنیم لطفا یک توضیح کلی درباره موضوعات این فصل بفرمایید ملاحظه کردیم که ابراهیم و اسحاق دو نفر از خادمین را با خودشون برداشتن ولی اون دو نفر تا کوه موریا اونا رو همراهی نکردن ابراهیم به اونا گفت اینجا پیش اولاغ بمانید من و پسرم به آنجا می رویم سپس عبارتی وجود داره که دو بار ذکر شده یک بار در آیه 6 و یک بار در آیه 8 و اون عبارت اینه هر دوی آنها با هم رفتند. در این عبارت میشه به وضوح مشاهده کرد که هیچ کدوم از خادمین یا هیچ یک از پیامبران یا مردان خدا نمیتونستن با مسیح در اون موقعیت باشن. مثلا بالای کوه تبدیل هیئت موسی و ایلیا ظاهر شدند اونا درباره خروج خودشون حرفی نزدن بلکه درباره خروج مسیح که قرار بود به زودی در اورشلیم اتفاق بیفته صحبت کردند آیا موسی میتونست با مسیح بره نه نمیتونست ایلیا مرد محترمی بود ولی نمیتونست با مسیح باشه آیا پتروس میتونست نه مسیح بهش گفت جایی که من میروم تو نمیتوانی مرا همراهی کنی ولی بعدن خواهی آمد پس در نتیجه کسانی که به کوه موریا رفتن فقط ابراهیم و اسحاق بودند و کسی هم باهاشون نبود کاربرد این موضوع رو بیش از یک بار در انجیل یوحنا بینیم. مثلا یوحنا فصل 8 آیه 29 که میفرماید فرستنده من با من است پدر مرا تنها نگذاشته از زیرا من همیشه آنچه او را خشنود میسازد به عمل میآورم فصل 16 وقتی شاگردان به مسیح گفتن ایمان داریم مسیح گفت آیا حالا ایمان دارید ببینید ساعتی می آید و در واقع همکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم زیرا پدر با من است. فقط پدر، پدر و پسر. و در اینجا به صورت نمادین ابراهیم توافق اراده بودن. داشتن بله دقیقا یعنی کار صلیب در توافق کامل اراده مسیح با اراده الهی درسته و هیچ گونه راه گریزی از این مسئولیت عظیم وجود نداشت دقیقا درسته هیچ کس نمیتونه بگه که مسیح میخواست از مرگ جلوگیری کنه و خدا اونو از مرگ با آوردن کسی شبیه به اون و مصلوب کردن به جای اون نجات داد اراده مسیح این بود که مصلوب بشه درست همونطور که اراده الهی بود اگه کسی بگه وقتی خدا میخواد کسی رو نجات بده شخص دیگه یا که شبیه اون رو قربانی میکنه باعث خجالته انگار خدا نمیتونه شخصی رو با قدرتش نجات بده بنابراین در عبارت آنها با هم میرفتند میبینیم که یک توافق کامل بین مسیح و پدر در مسئله صلیب وجود داره درسته مسیح با آگاهی کامل از اتفاقی که براش میافتاد به طرف صلیب میرفت آیا نباید از پیاله ای که پدر به من داده بنوشم؟ درسته اجازه بدین از آیه نه به بعد رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفرمایید چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم برانچید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد ابراهیم ابراهیم پاسخ داد لبیک لب فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش اکنون میدانم که از خدا می ترسی زیرا پسرت آری یگان پسرت را از من دریغ نداشتی آیه 13 میفرماید ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد برادر یوسف لطفا توضیحی بفرمایید درباره این آیات که از بردن و بستن اسحاق روی قربانگاه شروع میشه اسحاق نمونه عالی از خداوند عیسی مسیح اما با یک تفاوت یا میشه گفت با چند تفاوت اول اینکه اسحاق نمیدونست قرار قربانی بشه اما درباره مسیح در انجیل یوحنا نوشته شده که او کاملا خبر داشت که چه اتفاقی براش میفته درسته دوم این که اسحاق واقعا قربانی نشد بلکه چیز دیگه ای به جای اون قربانی شد و اینجا چیزی رو میبینیم که میتونیم اونو به عنوان نماد دوگانه نامگذاری کنیم اما نماد دوگانه چه معنا و مفهومی داره معمولا برای صحبت درباره مسیح و کاری که روی صلیب کرد یک نماد کفایت نمیکنه مثلا در روز کفاره دو تا بز میارن و روی اونا قرعه کشی میشه یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل یکی قربانی میشه و خونش داخل قدس لقداس میبرن و بعد کاهن دستش روی سر دومی میذاره و به تمام گناهان و بدیها اعتراف میکنه سپس تو بیابون رهاش میکنه معنای واژه می ازازیل یعنی هست و جابجایی بله دقیقا یعنی هست و جابجایی و اینجا دو بز رو با هم میبینیم که تصویری از مسیح و کاریه که اون بر روی صلیب انجام میده او بار گناهان بسیاری رو حمل و خودش رو تسلیم مرگ کرد پس دو بز به مسیح اشاره میکنه بله می که یکی به شخصه درسته. و یکی کار او بر صلیب مثال دیگه اینه که در روز تطهیر جزام دو پرنده میارن یکیشونو میکشن و بعد از کشتن پرنده اول پرنده دوم رو که هنوز زنده است در خون و آب پرنده قربانی فرو میبرن انگار که پرنده زنده و پرنده ای که اون رو قربانی کردن با هم به کار مسیح که خطایای ما رو روی صلیب پاک کرد اشاره میکنن مسیح. بله برای عادل شمرده شدن ما و در فصل 22 نخستین تصویر دوگانه رو میبینیم کدوم نماد مسیحه؟ اسحاق یا قوچ؟ هر دو بله هر دو درسته چون اسحاق در اطاعت و سرسپردگی و همینطور پذیرش یه تصویر عالیه ولی در اصل او قربانی نشد و خداوند به اسحاق رحم کرد و به ابراهیم شفقت نشون داد ولی در عهد جدید میبینیم که او پسر خود را دریغ نکرد. نکرد. بلکه او را برای همه ما فدا نمود درسته در اینجا خداوند به ابراهیم میگه قربانی او نیست کاری به پسرت نداشته باش من یک جایگزین دارم بله وقتی به این جایگزین اشاره میکنه ابراهیم به پشت سرش نگاه میکنه و یه قوچ رو میبینه که شاخش توی بوته ها گیر کرده درسته برادر لطفا درباره این قوچ توضیح بفرمایید اول اینکه شاخهای قوش توی بوته ها گیر کرده بود بوت جای حیوانات وحشیه و در مزمور 22 میگه که مسیح خداوند پرجلال توسط وحوش زیادی احاطه شده بود در حالی که او چنین اجازه ای نداشت که از قدرتش استفاده کنه دقیقاً. در صورتی که تواناییش رو داشت منظور شما از وحوش کسانی هن که دور صلیب بودن بله و اونا کسانی بودن که قصد شکار کردن مسیح رو داشتن درسته برای همین میگه سگان و گاوان نر مرا احاطه کردند گاوان نر باشان دورم رو گرفتن بعد مثل این میمونه که شاخ مسیح در بوته گرفتار شده و از قدرتش استفاده نمیکنه. اون در ضعف مصلوب شد و خودشو به مرگ تسلیم کرد ولی دوباره برمیگرده و در مکاشفه فصل پنج می که میگه او هفت شاخ دارد هفت نشانه کمال و شاخ نشانه قدرته که یعنی کمال قدرت یا به زبان کتاب مقدس عیسی مسیح در قوت و جلال به زمین باز خواهد گشت مسیح در بازگشت ثانویه با استفاده از قدرتش دشمنان ناشنا میکنه ممنونم برادر بعد از استراحت با پرسش مهمانان در میگردیم توضیح درباره بردن اسحاق و بستن اون روی قربانگاه بفرمایید برادر خب باید بگم که ابراهیم سنگ ها رو کنار همدیگه گذاشت و اسحاق رو روی اونا قرار داد سپس در اینجا اینطور میگه که ابراهیم هیزم ها رو روی اسحاق گذاشت من در اینجا تصویر عیسی مسیح رو میبینم که داشت از اورشلیم خارج میشد با صلیب و... بر دوشش بله با صلیب جلجتا بر دوشش که بر اون صلیب میخکوب شد و آتش عدالت الهی بر اون نازل گردید. این صحنه یه که قلب انسان رو تسخیر میکنه. نه تنها عظمت ایمان ابراهیم و اطاعت اسحاق رو میبینیم بلکه در پشت اون قربانی خدا و اطاعت پسر محبوبش خداوند عیسی مسیح رو میبینیم. این فکر و دل ما رو تسخیر و مجذوب میکنه. در این خدای فیض و محبت و در این پسر که داماد کلیسا شده ما میتونیم چقدر خوشبخت و سعادتمند باشیم درسته اجازه بدیم برگردیم به موضوع قوچی که در آیه 13 بهش اشاره شده ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوتهی گرفتار شده بود ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد شما فرمودین مکانی که شاخهای قوچ گرفتار شده بود یک جای معمولی نبود که شاخش در اون گیر کنه درسته. بلکه این به مسیح اشاره میکنه که بر صلیب توسط حیوانات وحشی و دشمنانش احاطه شده بود شاخهای اون به بوته گیر کرده بود ولی از توانایی و قدرتش برای دفاع استفاده نکرد درست این روی این عبارت تحمل کنیم که میفرماید ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید آیا این عبارت به موضوعات دیگه هم اشاره میکنه نظیر تقدم شخص مسیح پیش از به دنیا آمدن ابراهیم و همچنین به ازلی بودن موضوع قربانی در نزد خدا اینجا چیزی رو میبینیم که در اول پتروس یک نوشته شده یعنی بر که پیش از آفرینش جهان مقرر شده بود پس عقیده فدیه و یا عقیده جایگزین و کفاره بعد از سقوط آدم به وجود نیومد درست بلکه او پیش از آفرینش جهان مقرر شده بود که در این عبارت دیده میشه ابراهیم به طرف صدا نگاه کرد قوچی را دید برادر یوسف اجازه بدین از حضورتون سوالی درباره رستاخیز بپرسم واضحه که داستان صلیب و رستاخیز عیسی در این فصل ذکر شده بله ما گفتیم که قوچ نمادی از مرگ مسیح بر روی صلیبه ولی در کجا رستاخیز مسیح رو میبینیم؟ وقتی به ابرانیان فصل 11 از آیه 17 به بعد مراجعه کنیم به روشنی رستاخیز رو میبینیم به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق را گذرانید و آنکه وعده ها را پذیرفته بود پسر یگانه خود را قربانی می کرد که به او گفته شده بود نسل تو به اسحاق خواهد شد چون که یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزانیدن اموات است یعنی ابراهیم مطمئن بود که خدا می تونه پسرش را زنده کنه و به صورت تمثیلی اون را از مردگان باز یافت انگار وقتی که ابراهیم سه روز راه رفت مهر پسرش را از دلش بیرون کرد و اون را مرده حساب می کرد چون می که قرار اون قربانی کنه و در روز سوم اسحاق روی قربانگاه گذاشت ولی خدا گفت صبر کن بله. تا همینجا کافیه پس اینطور به نظر میرسه که در روز سوم اسحاق از مردگان برخاست بسیار زیباست و بعد از اون صعود اسحاق یا صعود مسیحه و همونطور که میدونیم عیسی پس از رستاخیز به همه ظاهر نشد بلکه فقط با کسانی که دوستشون داشت دیدار میکرد ولی یه بار دیگه با قدرت و جلال بر دنیا ظاهر خواهد شد بردا یوسف بیاین بیشتر تعمل کنیم روی آیه نوزدهم. پس ابراهیم نزد نوکران خود بازگشت و نمیگه اسحاق هم برگشت درسته برادر آیا این موضوع میتونه ارتباطی داشته باشه با صعود مسیح؟ قطعا مثلا وقتی که میگه زیرا شما مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است به همین خاطره که اینجا به اسحاق هیچ اشاره ای نشده ابراهیم پیش خادمینش برگشت ولی اسحاق کجا بود؟ به صورت نمادین زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. مخفی در کجا؟ در خدا. امروز در کل دنیا چه کسی اسحاق یا بهتره بگم مسیح رو پس از رستاخیزش از مردگان دیده؟ عیسی خودش به کسی جز به قوم خودش آشکار نکرد و دنیا اونو هرگز درسته. نخواهد دید تا زمانی که بار دیگه در قوت و جلال برای داوری بیاد. ولی اون موقع دیگه خیلی دیره. ما در پیشگاه کلام خدا هستیم. برادر من حقیقتا در مقابل هر کدوم از این کلمات سر تعظیم فرود میارم. درسته. این کتاب کلام مقدس خداست و هیچ انسانی نمیتونه این چنین جزئیاتی رو بنویسه. درسته. ابراهیم به نوکران گفت پرستش میکنیم و برمیگردیم بله. و کلام خدا هم به ما میگه که اسحاق قربانی نشد. فرض ما اینه که باید نوشته میشد ابراهیم و اسحاق برگشتن درده. نه اینکه ابراهیم بازگشت. ولی نوشته شده ابراهیم بازگشت و به اسحاق اشاره نشده و این اشاره میکنه به مسیح که پس از رستاخی صعود کرد و به دنیا ظاهر نشد و تا فصل 24 اثری از اسحاق نمیبینیم تا اینکه درباره رابطه او با ربکا میخونیم دقیقا حتی وقتی مادرش مرد هیچ اشاره ای به اسحاق در فصل 23 نشده عجیبه ولی این تطبیق بین نماد و چیزیه که بهش تشبیه شده درسته بعد بیان کمی در مورد آیه 14 هم گفتگو کنیم ابراهیم آنجا را خداوند مهیا میکند نامید این یکی از نامهای خداونده این نام و نام های دیگه ای که بر روی نمایشگر خواهیم دید چه تعلیمی برای ما دارند؟ بفرمید بسیار بارده. خوب، هفت نام رو روی نمایشگر می‌بینیم. به این هفت نام در زبان عبری اشاره شده و معنی فارسیش رو هم در کنارش می‌بینیم. یه و یرا یعنی خداوند مهیا خواهد کرد. منظور از یرا فعل دیدن در زبان عربی نیست. بلکه به معنی ما خواهیم دیده. یعنی امور مرتب میکنیم. خداوند مهیا و مرتب میکنه. دقیقاً. و در خروج فصل 15 ذکر شده و یعنی خداوند شفای من یا خداوند شفا دهنده من است. نسا در فصل 17 خروج و پس از جنگ با امالیقیان ذکر شده و یعنی خداوند پرچم من است. یهوه شالوم یک عبارت میانجیست و در فصل شش کتاب داوران و توسط جد اون استفاده شده که میگه خداوند سلامتی است. خوشا به حال کسی که از سلامتی خدا لذت میبره چون خداوند سلامتیه. یهوه روئی نام خیلی معروفیه و در مزمور 23 توسط داوود به کار رفته که میگه یهوه یعنی خداوند شبان من است. یهوه صدقی نو ششمین نامه که دو بار در کتاب ارمیا فصل 23 آیه 3 و فصل 33 آیه 16 اومده و یعنی خداوند عدالت ماست. هفتمین نام و همچنین آخرین نام که در کتاب مقدس میتونیم اون رو ببینیم یهوه شمه هست که اینطور معنی میشه خداوند آنجاست. و میتونیم ببینیم آخرین واجهی که در نبوت حزقیال نبی نوشته شده یهوه شمه پس معنای یهوه گرا خداوند مهیا و مرتب میکنده درسته و چیزی که خداوند مهیا و مرتب کرد قربانیه همینطوره چون اسحاق پرسید که برای قربانی کجاست و خداوند اونو مهیا کرد دقیقا انسان قادر نیست که فدیه فراهم کنه درسته. پس خداوند این کار رو انجام میده ممنونم برادر بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم در پایان آیه 13 میفرماید پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید از واژه در عوض متوجه چه چیزی میشیم بفرمایید برادر من فکر می کنم این واژه کلید این داستان عالیه و خداوند میخواد اصل جایگزینی و فدیه را به ما یاد بده بعضیا بر موضوعاتی مثل قربانی ایثار و هدیه تمرکز میکنن همه ی این نکات در این داستان دیده میشن ولی نکته اصلی نیستن پس نکته اصلی چه چیزیه؟ نکته اصلی اینه که یه قربانی میتونه جایگزین شما بشه. آیا میتونه یه حیوان باشه؟ در اینجا به عنوان یک نماد از حیوان استفاده شده. ولی محال است که خون گاف ها و بس گناه را کفاره کند. اما این واژه یک اصل خیلی مهم رو بنیان میذاره و تعلیم میده که امیدوارم همه ی بینندگان را درک کنن این اصل چه چیزیه؟ جایگزینی. دقیقا جایگزینیه آیا تا به حال کسی بوده که به جای من بمیره؟ بله پاسخ مثبته اما اون شخص کیه؟ شخصی کامل و قربانی بی همتا کسی که یحیای تمی دهنده از او خبر داد و گفت ببینید این برای خداست که گناه جهانیان را بر می دارد. همه شما عزیزان را دعوت می کنم که از این فدیه برخوردار بشین که یک بار و برای همیشه در پایان دوران و به جای ما ظاهر شد. به قطع یقین من مستحق مرگ بودم. و همینطور پسر ابراهیم هم مستحق مرگ بود ولی خدا جایگزینی را برای پسر ابراهیم مهیا و, و به جای اون قربانی کرد. همچنین خدا برای من و میلیون ها بیننده مسیح رو مقرر کرد که به جای ما قربانی بشه. بعد از تقدیم قربانی میفرماید فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت خداوند میفرماید به ذات خودم سوگند از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی به یقین تو را برکت خواهم داد. و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کثیر خواهم ساخت نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت زیرا به صدای من گوش گرفتی پس ابراهیم نزد نوکران خود بازگشت و ایشان برخواسته با هم به برشبه رفتند و ابراهیم در برشبه ساکن شد در اینجا می بینیم که پس از تقدیم قربانی برکت نازل میشه بله. آیا ارتباطی بین صلیب مسیح و برکت وجود داره بله خارج از صلیب عیسی هیچ برکتی نیست اینو قبلا در کتاب پیدایش فصل 8 و 9 دیدیم پیدایش فصل 8 با قربانی های سوختنی تموم و فصل 9 با برکات شروع میشه اینجا برای دومین بار میبینیم که قربانی سوختنی تقدیم میشه و بعدش برکت میاد میخوام بین این آیاتی که خوندیم و پیدایش فصل سه آیه یه هفتم مقایسه ی انجام بدم. پیدایش سه هفتم میفرماید و به آدم فرمود تو به حرف زنت گوش دادی. به خاطر این کار زمین لعنت شد. دلسته. زمین لعنت شد چون آدم به حرف زنش گوش داد. ولی در داستان ابراهیم او برکت یافت چون به صدای خدا گوش داد و چون به حرف من گوش دادی برکت نازل شد. و چیز جالب و زیبا اینه که در... رساله به غلطیان فصل 3 آیه 16 بر الهام کلامی تاکید میکنه. باری وعده ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمیگوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد. و در ادامه میخونیم بلکه درسته. به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره میکند. اینجا الهام کلامی رو میبینیم و همچنین میبینیم که منبع و سرچشمه تمام برکات برای کسی که خواهان برکته خداوند عیسی مسیحه و در افسسیان فصل یک آیه ی میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است. پس مسیح من به همه برکاته. خداوند به ذات خودش سوگند یاد کرد. بله. به این معنی که هدف او برای برکت دادن ابراهیم تغییری نکرده. همینطوره. لطفا درباره این برکات برای ما توضیح بفرمایید. و همچنین چه تعلیمی نهفته است در هر یک از این برکات؟ درباره این نه در آیه 17 از مفعول مطلق استفاده کرده و میبینیم که چه برکت عظیمیه من قول میدهم که نسل تو را زیاد کنم همچنین از دو تشبیه استفاده میکنه مانند ستارگان آسمان و مانند شنهای ساحل و تشبیه سوم در پیدایش فصل 13 همه که میگه مانند قبار زمین انگار داره به ما میگه که ابراهیم یک نسل سگانه داره ستارگان آسمان، شنهای ساحل و قبار زمین درسته. و من فکر می کنم اینها سن و نسل برای ابراهیم هستند. ستارگان آسمان نمایانگر کلیساست. سپس قبار زمین که نمایانگر مردم خدا ترسه و بعد شنهای ساحل دریا که نمایانگر اقوام دوران سلطنت هزار ساله است. بسیار خوب. از ابتدای آیه 20 متوجه میشیم که کلام خدا شروع به توضیح پیشرفت هایی در خانواده ابراهیم میکنه. و نام های کسانی که متولد شدن و ذکر میکنه تا اینکه به تولد ربکا میرسه آیا اشاره به ربکا در همون فصلی که اسحاق روی قربانگاه بود تصادفیه یا هدفی الهی داره؟ چقدر کتاب مقدس با شکوهه؟ چون ربکا قراره که در آینده عروس اسحاق بشه انگار که خدا میخواد به ما یادآوری کنه چون که ایسای مسیح خودش رو به مرگ تسلیم کرد و خدا در عوض این کار به او پاداش میده و این پاداش چه چیزیه خدا به او یک عروس میبخشه و اون عروس ایماندارانن آیا این یه هدیه است بله اونقدر که هفت بار بهش اشاره شده که ما هدیه ی خدا به عیسی مسیح هستیم در انجیل یوحنا فصل 17 این چنین میفرماید من برای جهان دعا نمیکنم و این به این معنا نیست که عیسی در آینده هم نمیخواد دعا کنه مزمور دو میگه تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو میسازم الان دعا نمی کنم در این لحظه دعا نمی کنم چون چیزهای مهمتری هست و بعد از این که عروسم رو گرفتم برای جهان دعا خواهم کرد بنابراین اون چیزهای خیلی مهمتری از دنیا داره که اون عروسشه و این موضوع اصلا تصادفی نیست که در یک فصل هم به اسحاق بر روی قربانگاه و هم به ربکا اشاره میکنه ربکا از شماره هشت اومد حالا چرا شماره هشت؟ به این دلیل که شماره بتوئیل در پسران ناهور عدد هشت بود و میتونیم اینطور بگیم که عدد هشت عدد تولد تازه است درسته. بنابراین اگر کسی در مسیح باشد خلقت, خلقت تازه است و هم از فصل 8 وارد داستان شد و در فصل 24 عروس اسحاق شد. برابکا تصویری از کلیسا یعنی عروس مسیحه. ما در پیشگاه کلام خدا و عظمت اون هستیم. درسته. ممنونم برادر. اجازه بدین همراه مهمانان درس امروز امرور مرور کنیم. مواردی که از این قسمت آموختین با ما هم در میون بذارین. همونطور که خدا دلش برای ابراهیم و اسحاق سوخت به همه ما نیز شفقت نشون داد. کلام خدا میفرماید او که پسرش را از ما مزایقه نکرد او یهوه یراست که نجات ما را فراهم کرده و رستگاری را برای ما تدارک دیده کاملا درسته خارج از صلیب مسیح هیچ برکتی نیست متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح مبارک ساخته است دقیقا ممنون از شما اگر دانه ای که به زمین میافتد نمیرد تنها میماند ولی اگر بمیرد ثمر بسیار میآورد ما تبدیل به ثمر بسیار شدیم و عروس مسیح هستیم برکت خدا با همگی شما عزیزان برادر یوسف از شما هم ممنونم شما. بینندگان گرامی شما میتونید داستان ابراهیم اسحاق و قوچ رو در این فصل مطالعه کنید و از اون درس های بسیار بگیرید ممکن شخصی اینطور بگه بزرگترین درسی که از این داستان میشه گرفت عشق ابراهیم به خداست که حاضر شد پسرش رو به خاطر این عشق قربانی کنه بله درسته این میتونه یک تعلیم باشه و شاید شخص دیگه از این زاویه نگاه کنه که خدا اجازه داد ابراهیم در این آزمایش سخت بیفته تا اونو اذیت کنه ولی در پایان بهش پاداش بده اما عزیزان هدف اصلی و مرکزی این داستان تنها یک چیزه و اون جایگزینیه پسر ابراهیم از قربانگاه زنده برگشت به این دلیل که یک جایگزین برای اون پیدا شد یک قوچ که شاخهاش در بوته گیر کرده بود تفکری که خدا به جای انسان یک جایگزین تدارک دید یک قوچ اسحاق به یک قوچ نیاز داشت تا جای اونو بگیره ولی من و شما و هر کس دیگه ای که نیاز داره گناهانش از دوشش برداشته بشه نیازمون چه چیزیه و بره قربانی کجاست درباره این بره در انجیل یوحنا نوشته شده ببینید این بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. داستان اسحاق و قوچ در فصل 22 یک داستان نمادین از شخص مسیحه مسیحی که مرد بر روی صلیب و به خاطر فیض خدا طعم مرگ و چشید خون او بر روی صلیب ریخته شد و بدون ریختن خون آمرزش گناهان امکان پذیر نیست هیچ راهی برای نزدیک شدن به خدا و به دست آوردن رضایت و آمرزش وجود نداره به جز ایمان آوردن به کار عیسی مسیح بر روی صلیب بینندگان گرامی، ما تنها زمانی میتونیم رضایت خدا رو به دست بیاریم که در کفاره مسیح پناه بگیریم. لطفاً بیشتر به این موضوع فکر کنید و خودتون رو بازبینی کنید و دعا میکنم که آینده و جایگاهتون رو در قربانی مسیح پیدا کنید. ممنونیم از همراهیتون تا قسمت بعدی برنامه. خدا با شما. چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای فاهای من چراغ راه های من کلامت سو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت ای ابدی و جاودانت تمامی کلامت